سلام و عرض خیر مقدم خودم رو تقدیم بکنم و بعد هم امتداد این بحث رو با حضور حاج آقای نجفی نژاد دنبال بکنیم. حاج آقا سلام، زیارت قبول، طاعات قبول، خوشوقت و خوشحالیم که یه همچین ایام فرخنده‌ای محضر حضرت عالی هست. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. برای بنده هم سعادت است هم در این مکان مقدس و ارزشمند و هم روز جمعه متعلق به حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و همین که مهمان برنامه رو به راه باشیم در محضر بینندگان عزیزی که با ما همراه هستند، انشاءالله به زودی زود زیارت قبر ابی عبدالله صلوات الله علیه نصیبشون بشه انشاءالله. آقا من مقدمه مباحثی که شبهای گذشته از بیان گرم شما شنیدیم رو عرض کردم، منتظریم که متن اصلی بحث امشب رو از بیان گرم شما پی بگیم. خواهش میکنم. بله، اگر در خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه اشاره کردیم که در فقره اول این دعا از خدای تبارک و تعالی رفع نیاز همه نیازمندان رو طلب میکنیم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور رو مفصل بحث کردیم. دیشب گفتیم اللهم اغن کل فقیر، یعنی جمله دوم، یعنی هر فقیری نیازمندی انشاءالله نیازش و فقرش تبدیل به غنا و بینیازی بشه. و گفتیم که منظور از این فقرم فقر در مقابل انسان هاست، و الا فقر در مقابل خدا که افتخاره و چه ارزشی از این بالاتر. جمله بعدی که امشب باید اضافه کنیم اللهم اشبع کل جائع. بعد از اون بحث کلی در مورد رفع همه نیازها به یک نیاز خاص بشری اشاره می‌فرمایند و اون نیاز به غذا و آب هست، نیاز به خوراکی‌هایی که انسان برای زنده موندنش باید از اونها استفاده کنه. بله. و نیازهای حد اقلی همه انسان هاست در هر کجای عالم که باشن، با قطع نظر از دینشون، آیینشون، کیششون هیچ فرقی نمی‌کنه، انسان باشه به خوراک و به غذا و آب احتیاج داره. و جعلنا من الماء كل شيء حي، ای میشه کسی با نخوردن زنده بماند. و لذا خدای تبارک و تعالی هم از رحمت و عام خودش این نیاز رو تأمین فرموده، یعنی در تمام پهنه هستی اگر ما نگاه کنیم خدای تبارک و تعالی بستری رو فراهم کرده برای تأمین نیازهای اولیه بشری. ما میدونیم که گاهی گرسنگی و محروم موندن از غذا میشه یک ماده امتحانی خدا. بله. امتحان سختی هم هست خدایش، اگر بهش تأمل کنیم گرسنه موندن یعنی محروم موندن از حداقل نیازها. برای همین دعا میکنیم اللهم اشبع کل جائع، خدایا از این قبیل امتحانا از ما نگیر. اصلا نه فقط ما، همه انسانهای روی سطح زمین گرسنه نباشن، معطل آب و غذا نباشن. این خواسته خیلی لطیفی است. اون هم جامعیتش جالبه که ما برای همه میخوایم کل جای، هر کسی هر کجای دنیا که هست، اصلا ما کار نداریم که مسلمان هست یا نیست، مؤمن هست یا نیست، همین که انسانه یعنی احتیاج به آب و غذا داره. و برای تأمین این خواستش ما از درگاه خدای تبارک و تعالی طلب یه جمله از ابوالحسن خراقانی نقل میکنن که بر مقبره ایشون هم نوشته شده، وصیت نامه شون هست که هر کس بدین درگاه آمد نانش دهید، نانش دهید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اون کس که در درگاه خدا به جان ارزیده در درگاه ابوالحسن به نان می ارزد. یعنی کسی که خدا خواسته باشه تو دنیا، زنده باشه، زندگی کنه، خب باید غذا بخوره، باید نان بخوره. اگر از این نعمت هم محروم باشه دیگه چه زندگی. این نگاه توحیدی، نگاه فراگیر برای تو همه انسان ها. خیلی هم جالب افته از ایمانش نپرسیم. از ابراهیم علیه و علی نبی السلام تنها غذا نمیخوردن، همیشه یک کسی رو با خودشون همراه میکردن. یه موقعی معطل شدن، یه مدتی تا یک کسی پیدا بشه نمیدونستن، طرف مشرک بود، وقتی بهش گفتن بسم الله، اسم الله رو بر زبان جاری نکرد. خیلی به غیرت ایمانی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن برخورد و اشفر بودن تو کافر به خدا هستی، نمیخواد غذا بخوری. و
بعد مورد عتاب پروردگار قرار گرفتن که یا ابراهیم یه عمری سر سفره من مهمان بود، از قضا محرومش نکردم، یه بار حواله کردم به تو بسم الله نگفت، چرا نذاشتی بخوره؟ این نعمت عام همه بخورن استفاده کنن. انسان‌های مؤمن هم این خصوصیت رو از خدای تبارک و تعالی میخوان برای همه انسان‌ها، که هیچ کسی روی سطح کره خاکی، هیچ انسانی بلکه هیچ موجودی گرسنه نماند. ما اینجا در محضر اربابمون، در محضر ابی عبدالله صلوات الله علیه، محضر آقای نشستیم که خودشون با لب تشنه و گرسنه به شهادت رسیدن که در مکتبشون فرهنگ از بین بردن تشنگی و گرسنگی رو ما بیاموزن. اللهم اشبع کل جای، خیلی دعای قشنگیست. ما برای همه گرسنگان عالم دعا میکنیم. خب برمیگردیم، چون ما وعده هم کرده بودیم آقای عبداللهی که این فقرات رو با قرآن هم تطبیق کنیم. وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، می‌بینیم در آیات زیادی هم خدای تبارک و تعالی اشاره به گستره نعمت‌ها فرموده که برید در سطح زمین از همه نعمت‌ها استفاده کنید. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا و اشربوا من رزق الله، بخورید بیاشامید، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، زیاده روی نکنید اما استفاده کنید از همه نعمت‌ها، شما میتونید بهره بگیرید. قرآن کریم مکرر و با عبارات مختلف کلوم ما رزقکم الله، ما رو تشویق کردن به اینکه از نعمت‌های خدای تبارک و تعالی، نعمت‌های خوردنی و آشامیدنی استفاده کنیم. این تشویق قرآن. و بعد هم قرآن یه عتاب جدی داره نسبت به کسایی که میخوان مانع این ماجرا بشن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، چه کسی میتونه به خودش این جرأت و این اجازه رو بده که مانع دیگران از استفاده نعمت‌های خدا بشه؟ کسی حق نداره همچین کاری انجام بده. نعمت‌های عمومی خداست، برای همه هم قرار داده. بیان بخورن، بیا شامن و استفاده کن. اینم عتاب پروردگار عالمه به کسی که بخواد یه جوری مانع ایجاد کنه برای استفاده از نعمت‌ها. منتها یه تذکر ضمنی هم قرآن کریم دارد، میگه من راه رو باز گذاشتم، شما از همه طیبات، از همه نعمت‌ها استفاده کنید. لکن این خیلی بده که انسان انقدری ذهنش درگیر خوردن و آشامیدن بشه، انقدری به این نعمت‌ها مشغول بشه که از نعمت آفرین غافل بشه. این دیگه بده به خدای تبارک و تعالی. بر همون قصه‌ای که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. نه، یه روزی با وجود اینکه از من و سلوا بهره داشتن، گفتن که یا موسی ما نمیتونیم به یه غذا و دو غذا اکتفا کنیم، بگو از نعمتهای متنوع خدا نصیب ما کنه. این همون غفلت از یاد خدا بود که اینا انقدی به خوردن و آشامیدن درگیر شدن، مشغول شدن، که از الطاف پروردگار عالم نسبت به خودشون غافل شدن. که بعد هم قرآن میفرماید قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، یه جابجایی بدی داره صورت میگیره، شما اون کمتره رو چسبیدید، اون نعمت مهم رو فراموش کردید. ضربت عليهم الذله والمسكنه، اینم یه قاعده قرآنی است که هر کجا انسان ها از نعمت‌های بزرگ خدا غافل بشن، به نعمت‌های کوچک دنیایی مشغول بشن، گرفتار ذلت و حقارت خواهند شد. آقای عبداللهی، روایت خیلی قشنگی من دیدم، حتما برای عزیزان ما خیلی جالبه، که خدای تبارک و تعالی فرماید که خیلی بده یه بنده‌ای تمام نعمت‌های من بر خودش رو فقط در خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ببینه. متاسفانه گاهی هم میشه، ما اینجا کنار حرم امام حسین صلوات الله علیه، سه کسی میاد میگه آقا میشه دعا کنید مثلا من پول دار بشم. حالا چه رزقی نصیب شده اینجا کنار حرم امام حسینه، به جای شکرگزاری از این نعمت بزرگ درگیر درخواست کوچک، اونم بخواد اشکال نداره ها، مادامی که این نعمت بزرگ رو فراموش نکرده باشه، مادامی که از این نعمت بزرگ غافل نباشه. پس همونجور که قوم موسی وقتی گفتن ما به یه غذا اکتفا نمی‌کنیم، غذاهای متنوع و گوناگون نصیب ما کن، خداوند می‌فرماید اینا گرفتار ذلت و حقارت میشن. و اگر کسی فکر کنه همه نعمت‌های خدا بر او همین خوردنی‌ها و آشامیدنی‌هاست که تأمین بشه، دیگه به هیچ احتیاج نداره، این نسبت به خدای تبارک و تعالی خیلی جاهله.
من لم یرا لله عندهو نعمتا الا فی مطعم و مشرب. کسی اصلا بگه همه نعمت خدا بر من همین هست. تعبیر روایت عجیبه، قل علمه و کثر جهله، خیلی دانشش نسبت به خدا کم و ضعیفه و خیلی نسبت به خدای تبارک و تعالی جاهله. خدا نکنه که ما اینجور باشیم و برای رفع گرسنگیمون تمام ذهنمون رو درگیر این ماجرا کنیم، درگیر خوردنی ها کنیم، درگیر قضاهای گوناگون بشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه چی میفرمان؟ من کان همت و حمایت خلفی بطنهی کان قیمت و ما یخرج من بطنه. اگر کسی تمام فکرش رو چی بخورم چی داخل شکمم کنم، حضرت میفرمان که قیمت و ارزش او هم به اندازه خروجی بطن اوست، که تعبیر ادبی بسیار عجیبی. آقا میفرمان خدا نکنه که انسان قدر و قیمت خودش رو اینقدر پایین بیاره. بسیار عالی، انشالله که اینطور باشه و حواسمون باشه فقط خوردن و آشامیدن و بهره بردن از خوردنی ها و آشامیدنی حال حاضر این شکرگزاری نیست. احسن. نعمت های بزرگتری مثل سلامتی هم هست. احسن. احسن. مثل این که محب این آقا و این خاندان با کرامت هستیم هست. احسن. غافل نشیم. خودم رو عرض میکنم الحمدلله مردم که همیشه و همه جا به ولایت و محبت این خانواده افتخار کردن و همیشه هم شاکر بودن، خیلی محبت کردیم. ما با این دوست جمله بخش زیادی از بحث و برد این جلو من راحت کردیم. سلامت باشیم. عذرخواهی میکنم آقا، ما پا تو کفش شما کردیم. بفرمایید بریم و با حال و هوای این بهشت خدا کربلای معلا دمدمای افطار همراه بشیم. بله، حال و هوای افطار همین روز قبل کربلا، یعنی چند ساعت قبل،
به روایت علی روزبهانی بود که از طریق لنز دوربینش این تصاویر رو ثبت کرد و ما هم تقدیم حضورتون کردیم. یه ادای دینی هم داشته باشیم به مردان با شرافتی که سرما و گرما نداره کارشون، پای تنور داغ و آتشین نان پخت میکنن و این نانها برکت سفره ها میشه. نونواهای عزیز، شاطرای عزیز، به همه تون ادای دین میکنیم و اینجا محضر حضرت سید و شهدا اگه قابل باشیم براتون دعاگو خواهیم بود. و اینکه این ایام حاج آقای نجفی نژاد یک اتفاق خوبی هم که رقم میخوره توی کشور عزیزمون ایران اسلامی اینه که خیلیا نذر میکنن، میرن چند تا تنور نون رو هزینش رو به نونوایی میدن که این نونها به صورت صلواتی بین مردم پخش بشه، اون هم به برکت نام نامی کریم اهل بیت حضرت مصطفی علیه السلام. بله. باید واقعا قدر دونست و خود همینم یه نعمته که انسان انقدر توانایی داره که پول 3 تا تنور 4 تا تنور رو یه جا پرداخت بکنه که یه عده بتونن با خیال راحت نون داغ دم افطار رو سر سفرهشون ببرن. احسان داشو. ما همه شبها عرض کردیم که این فقرات دعا رو که قرائت میکنیم به درگاه خدا بناست که بلا فاصله بعدش حرکت کنیم و اجرا کنیم. بله. یعنی وقتی میگیم اللهم اشبع کل جاع، همین که میفرمایین برای رفع گرسنگی 4 تا گرسنه‌ام قدم برداریم تا اونقدی که از عهده ما خارجه. خیلی خوبه، خیلی زیباست. و جالب اینه که حاج آقای نجفی نژاد عزیز اگه کسی این کارو کرد تازه یه قدری زندگیش رو بر مدار زندگی این ذوات مقدسه تنظیم کرد. ما در تاریخ بسیار داریم از کرامت همین امام مجتبی عزیزمون دیگه، غیر از اینه از همین آقای با کرامت هم بسیار شنیدیم که بذل و بخشش کردن، دستگیری کردن، حاجتی رو برآورده کردن. همینطوره. فلسفه ای اصلا ماه مبارک هم شاید همین باشه که تو این ماه دلها به هم نزدیک میشه. دقیقا یکی از فلسفه های روزه گرفتن اینه که انسان با گرسنگی و تشنگی حال فقرا و مستمندان و گرسنگان رو درک کنه. وقتی انسان درک کنه خود به خود برای رفع نیازشون هم قدم برمیده. بسیار عالی. آقا در خدمت شما هست. خواهش میکنم. خب گفتیم اللهم اشبع کل جاع و به این بهانه یه توضیح از نعمت‌های بیکران الهی و لطفی که خدا نسبت به همه انسان‌ها داره عرض کردیم. نعمت‌ها در اختیار همه انسان‌ها و موجودات هست و عرض کردیم که کسی حق نداره مانع بشه و اجازه استفاده از نعمت‌ها رو از دیگران سلب کنه. و یه نگاه خیلی قشنگی که در این دعا به ما تعلیم داده میشه، یعنی دو تا دیدگاه های عبداللهی، به اینکه انسان تو زندگی تمام توجهش به این باشه که من خودم رو سیر کنم و گرسنگی خودم رو رفع کنم یا نهایت خانوادم رو، یا نگران گرسنگی تمام گرسنگان باشم. کدومش قشنگتره؟ طبعا وقتی انسان نگاه رو توسعه میده، اون هم عرض کردیم همه مرزبندی ها رو بر میداره، یعنی مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، یا اون کسی که اصلا هیچ دین نداره، اصلا ایمان هم نداره، اما از این نعمت عام که میتونه بهره بگیره. ما وقتی میگیم اللهم اشبع کل جاع، یعنی خدایا ما فقط نگران این نیستیم که شکم خودمون رو سیر کنیم و خانوادمون رو، نگران همه گرسنه های عالم هستیم. خب حالا وقتی انسان توی این مسیر قدم برمیداره، هم برای رفع گرسنگی خودش و هم گرسنگی دیگران، سر آداب رو هم باید در نظر داشته باشه. ما گفتیم اگر خیلی انسان دیگه توجهش بره به خوردن و آشامیدن، خدای نکرده این باعث بشه از خدا غافل بشه، این خیلی بده. یعنی همین نعمت خدا، همین لطف پروردگار عالم به ما که از این نعمت‌ها استفاده کنید، در اثر این غفلت میشه یه بلا. مثلا قرآن کریم که این همه فرمود کلوا و اشربوا، این همه فرمود از نعمت‌های خدا استفاده کنید، یه دفعه در سوره مبارکه حج بفرماید که ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، اینا رو رهاشون کنید دیگه برن فقط به خوردن و آشامیدن و بهره گرفتن از این نعمت‌های پست دنیای مشغول باشن. فسوف یعلم و یلههم العمل فسوف یعلم. چی شد یهو خوردن و آشامیدنی که خدا ما رو تشویق می‌کرد تبدیل به یه بلا شد؟
معلوم میشه خوردن بدون توجه، بدون اینکه ما بفهمیم سر سفره کی نشسته. اما در کل چند تا ادب من خیلی کوتاه عرض کنم در آداب خوردن. اولیش که قرآن هم خیلی روی اون تأکید دارد، فکلوا حلالا. دومیش طیبا، که انسان از چیز حلال استفاده کنه، یعنی اونی که رضایت پروردگار درش هست. دوم از چیزی که پاک هست و سالمه. یعنی اگر بخوام در یه جمله عرض کنم، یعنی در خوردنی ها هم نگران سلامت روحش باشه، یعنی اونی که میخوره مشروع و حلال باشه، و هم نگران سلامت جسمش باشه، نه آسیبی به روحش بخوره نه به جسمش. یه موقعی یعنی جنید بغدادی در پی بهلول بود، گفت بهلول رو برای من پیدا کنین. گفتن یه دیوانه است تو صحراها میگرده، خیلی مهمه. گفت آره بیاریدش، من کارش دارم، میخوام چیزی ازش بپرسم. بهلول رو آوردن، یه مکالمه ای داره با جنید. جنید ازش سوال کرد که منو نصیحت کن، یه چیزی بگو یاد بگیرم. بهلول گفت تو مرشد خلقی، آداب خوردن رو بلدی؟ گفت یه چیزایی بلدم. گفت چیه؟ توضیح بده. گفت مثلا این که وقتی میشینم سر سفره نگاهم به غذای خودم باشه، دست جلو دیگران نبرم، لقمه از جلو خودم بردارم، لقمه کوچک بردارم، بسم الله بگم، در دهان میذارم، مثلا زیاد بجوم، و همچون شو که آداب خوردن رو گفتن. یه دفعه دن بهلول بلند شد رفت، گفت چه مرشدی هستی که آداب خوردن رو بلد نیستی؟ دوید پیش شاگردای جنید، گفتن آقا شأن شما نیست که دنبالی همچین دیوانه بری. گفت شما کار نداشته باشید. تو جمله دوم از آداب خوابیدن پرسید بهلول از جنید که خوابیدن بلدی؟ گفت آره، مثلا رو به قبله میخوابم، موقع خواب ذکر میگم، با طهارت میخوابم، تو بستر پاک میخوابم. مجدد بهلول بلند شد بره که تو خوابیدنم بلد نیستی. بعد پرسید از سخن گفتن. حالا حکایت طولانیه، من میخوام بخشی که مربوط به بحث خودمون هست رو عرض کنم. آخرش جنید یک کم آورد، گفت خب شما بفرمایید که من چه باید بکنم. گفت ببین شیخ، همه اینهایی که شمردی اینها فروعات بود، اصل در خوردن حلال خوردنه. اگر خدای نکرده شما دست به لقمه حرام بردی، حالا این لقمه حرام رو با ادب برداری، چه فایده داره؟ این لقمه حرام رو در دهانت زیاد بجوی، این لقمه حرام رو با بسم الله بخوری، پاک نمیشه که. نه، چه نکته بسیار مهمه. بعد هم فرمودن اصل در سخن گفتن صدق نیت هست، حالا اون آداب دیگه. اصل در خوابیدن اینه که موقع خوابیدن شما کینه یک کسی رو در دل نداشته باشی و با قلبی صاف به بستر بری، این طهارت اصلی دل هست. پس اینکه قرآن این همه تأکید میکند به اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نکنه از نعمتهای خدا از طریق غیر مشروع استفاده کنید، نکنه اون لقمه‌ای که میاد سر سفره ما حق دیگری است، ما آوردیم سر سفره خودمون و از اون استفاده میکنیم. اصل اول حلال خوردن، اصل دوم استفاده از طیبات. یعنی انسان در این حال که مال حلال میخوره، چیزی بخوره سالم باشه، جسمش آسیب نزنه. یه خانومی به نام ابو عبدالله، یه مارمزونی بود، اتفاقا دم افطار یاد گرسنگی و تشنگی آقا رسول الله افتاد، خیلی دلش سوخت، یه ظرف شیر فرستاد در خونه پیغمبر. آقا رسول الله این پیک رو نگه داشتن، فرمودن که این ظرف شیر از کجا آمده؟ گفت یه خانه‌ای بود ام عبدالله فرستاد. حضرت فرمودن برگردون ازش بپرسین از کجا آورده. ظرف شیر رو برگردون، از ام عبدالله پرسید که این شیر از کجا تأمین شده؟ گفت از گوسفند خودم. گفت گوسفند رو از کجا آوردی؟ گفت با مال خودم خریدم. بعدن ام عبدالله پیغمبر رو دید، یا رسول الله من یه ظرف شیر فرستادم، شما برگردوندین، من ناراحت شدم، من برای تشنگی و گرسنگی شما اینو فرستادم. آقا رسول الله فرمودن که ما انبیا عادت داریم قبل از این که از هر لقمه استفاده کنیم، از صحت و سلامت و حلال بودنش تحقیق کنیم. انسان به راحتی هر لقمه ای رو درون شکم خودش نکنه. اللهم اشبع کل جوع، میگه خدایا همه گرسنه ها سیر بشن. اما به چه قیمتی؟ از چه مالی که حلال باشه، سالم باشه، و بعد هم به اندازه. ولا تصرفو، این که حد استفاده ما از نعمت ها هم مشخص باشه. اینقدر انسان زیاده روی نکنه که خدای نکرده در اثر خوردن حالت درنده خویی و سبائیت در او تقویت بشه. همیشه اون حال جوع و استفاده منظم از نعمتها و به قدر نیاز رو در نظر داشته باشه. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از حاج آقای نجفی نژاد عزیز.
عرض کنم که این لقمه حلال انقدر مهمه، انقدر مورد تأکیده که اگر انسان لحظه ای غافل بشه شاید عاقبت ناخوشی براش رقم بخوره و مشمول اونهایی بشه که این آقای با کرامت روز عاشورا تو همین سرزمین فرمود ملعت بتون هم شکمهاتون رو حرام گرفت. پناه میبریم به خدا. ممنون و متشکرم از شما. از حاج آقای نجفی نژاد عزیز سپاسگزاریم و تا فردا شب ایشون رو به حضرت حق میسپاریم و به سایه پرمهر حضرت حسین علیه السلام.